رها کردن آسان نیست. ام سوسا مترجم سونیا سینگ نقش قربانی بله آنها دلتان را شکستند ولی این بدان معنا نیست که شما پیوسته نقش قربانی را بازی کنید تا دیگران با شما همدردی کنند. شما قوی تر از چیزی هستید که فکرش را می کنید. این قوی بودن را نشان بدهید. بازی کردن نقش قربانی برای ده کمی از ما پیش آمده است ولی مهم این است که از این مرحله عبور کنیم. احساس شما مهم است و اگر چه عده زیادی شما را درک نمی کنن ولی به این معنا نیست که باید نقش قربانی را بازی کنید و بقیه را سرزنش کنید. منظورم این نیست که احساسات شما مهم نیستند یا از شرایطی که برایتان پیش آمده است نباید ناراحت شوید. فقط میگویم بازی کردن نقش قربانی روش سالمی نیست و باعث می شود نتوانید گذشته را رها کنید. بعد از جدایی ما عادت کرده بودم که آدم را به خاطر هر چیز اشتباهی که در زندگیم رخ داده بود سرزنش کنم. آن موقع نمی توانستم با وضوح همه چیز را ببینم چون نمیخواستم. اعتقاد داشتم هر کاری که من انجام دادم درست بوده است و آدم باید بابت هر چیزی که در زندگی مشترکمان اشتباه بوده است سرزنش شود. آدام خطا کار بود. من قربانی بودم. حاضر نبودم قبول کنم که من هم روی زندگی خودم کنترل داشتم و اشتباهات زندگیم ربطی به او نداشتن. مشکل این بود که درکم از خودم و چیزهایی که پذیرفته بودم اشتباه بود. باید مسئولیت افکار و اعمالم را قبول می کردم. باید مسئولیت شاد بودنم را قبول می کردم چون وظیفه آدم خوشحال کردن من نبود. چرا مردم نقش قربانی را بازی میکنند من هم اینجا کار هستم عادت داشتم نقش قربانی را بازی کنم چون میخواستم مردم دلشان به حال من بسوزد و به نیازهایم توجه کنند این مهمترین عامل شکست من بود تا زمانی که متوجه شدم بازی کردن نقش قربانی همان چیزی است که مرا در آن وضعیت بد نگه داشته است اگر رفتارم را درست نمی کردم نمی توانستم در زندگی پیش بروم. دلایل زیادی وجود دارند که چرا مردم نقش قربانی را بازی می کنند و گاهی حتی نمی دانند چنین چون این کاری را انجام می دهند. بیشتر افرادی که چون این رفتاری در پیش می گیرن زمانی قربانی خطای دیگران بوده یا از کسی که به او اعتماد داشتند به شدت ضربه خوردهاند. معمولا داشتن روحیه قربانی میتواند از سنین کودکی و به خاطر موقعیت های خانوادگی به وجود بیاید. به همین علت است که خلافکارها خلاف می کنند. آنها معتقدند هیچ خطایی نکرده اند و شخص مسئول به صورت ناعادلانه فقط آنها را مجازات می کند. دلیلش هرچه باشد زندگی کردن با یک قربانی سخت است. به سادگی انرژی شما را تخلیه می کند و وقتی با او هستید احساس خستگی و درماندگی می کنید. چطور بفهمید شخصی روحیه قربانی دارد؟ اینجا لیستی از نشانه هایی را که چون این افرادی دارا هستند بیان می کنم. شاید حتی خودتان را هم در این لیست بیابید. افرادی که نقش قربانی را بازی می کنند یک سعی می کنند بقیه را کنترل کنند. کسی که نقش قربانی را بازی می کند اغلب سعی می کند بقیه را قانع کند که در اشتباه هستند در حالی که خودش همیشه درست رفتار کرده است. متاسفانه افرادی که شناخت درستی ندارند از روی دل رحمی یا به این خاطر که فکر می کند هرچه این شخص بگوید درست است خیلی راحت تحت کنترل فرد قربانی در می آیند. این رفتار به این علت نیست که قربانی انسانی خبیس یا حقوق باز است چون گاهی خود قربانی هم نمیداند چی کار می کند. دو، مسئولیت کارهایشان را قبول نمی کند. قربانی ها نمی توانند واقعیت را ببینند به همین خاطر اگر مقصر باشند مسئولیت کارشان را قبول نمی کند. آنها ترجیح می دهند شخص دیگری را متهم کنند به جای اینکه مورد سرزنش دیگران قرار بگیرند. حتی شاید نقششان در ایجاد مشکل را هم نفع کنند. آنها تمایل دارند نقش یک شهید را بازی کنند تا قربانی. سه جو هستند. همه ما کسانی را میشناسیم که کین جو هستند. آنها کینه ها را مثل اسلحه با خودشان حمل کنند تا اگر احساس خطر کردن یا لازم بود از موقعیت خاصی بیرون بیایند از آن استفاده کنند. گاهی کینه ها را در دلشان نگه می دارن تا در وقت لازم آنها را به روی شما بیاورند تا دلتان به حالشان بسوزد. قربانی خاطرات بد را در موقعیت مناسب دوباره یادآوری می کند تا نسبت به شما امتیاز بیشتری داشته باشد. آنها از این خاطرات بد استفاده می کنند تا شرایط را به نفع خودشان تغییر بدهند. صرف نظر از اینکه چقدر تلاش می کنید تا راضی شوند دست از کینه های قدیمی بردارن آنها باز هم مثل چسب به کینه ها می چسبن. این خاطرات برایشان مثل یک قلعه امن هستند. جوری رفتار می کنن که انگار خودشان بی هستند و مدام بقیه را نقد می کنن. قربانی مجبور است نسبت به بقیه احساس برتری داشته باشد تا غرورش ارضا شود. این کارش لزوما از روی قصد نیست. آنها اعتماد به نفس پایینی دارند و به همین علت پایین آوردن یک شخص دیگر باعث می شود حال بهتری داشته باشند. بدگویی کردن از بقیه باعث می شود احساس کنند خودشان بی نقصن و بقیه کمتر از آنها هستند. آنها در رفتار همه اطرافیانشان ایراد پیدا می کنن. حتی اگر آنها را نشناسند. بعضی از آنها شاید علائم خودشیفتگی هم داشته باشند که باعث می شود مغرور باشند و همین باعث می شود به کسانی که وارد زندگیشان می شود اعتماد نکنند. قربانی ها گمان می کنند که هیچ کس مثل خودشان قابل اعتماد نیست. چهار از مهربانی شما سوء استفاده می کنند. قربانی ها از مهربانی شما سوء استفاده می کنند چون می خواهند شما برایشان دلسوزی کنید. منو ببین بیچاره من اونا مثل خون ها هستند همه ی انرژیتان را از وجودتان تخلیه می کنن و وقتی کارشان تمام شد شما را دور می اندازند. همیشه موفق می شوند توجه شما را جلب کنند مخصوصا وقتی حواستان به آنها نیست. گاهی اوقات قربانی ها از شما می کاری را برایشان انجام بدهید که خودشان به خوبی از عهده انجامش برمیآیند. فقط میخواهند یک نفر دیگر آن کار را برایشان انجام بدهد چطور بازی کردن نقش قربانی را متوقف کنید اینجا چند روش را که به من کمک کردند تا بازی کردن نقش قربانی را متوقف کنم بیان می کنم. اگر متوجه شده اید که دارید نقش قربانی را بازی می کنید، این نکته ها برایتان مفیدند. یک، با خودتان مهربان باشید. مهرورزی به خودتان را تمرین کنید یعنی هر روز به خودتان نشان بدهید که مهم هستید و هر روز با گفتن یک جمله مثبت شروع کنید این کار شاید به همین سادگی باشد که به خودتان در آینه نگاه کنید و بگویید چقدر زیبا هستید حتی اگر واقعا اینطور فکر نمی کنید دو تنفر از خودتان را با عشق به خودتان جایگزین کنید هر روز به خودتان بگویید که چقدر خوب است که خودتان باشید صرف نظر از اینکه بلند شدن از تخت یا گفتن یک جمله مثبت به خودتان چقدر سخت است این کار را انجام دهید همه چیز از جایی شروع می شود که یک جمله محبت آمیز به خودتان بگویید زخم هایتان را کشف کنید و بفهمید چرا دوست دارید نقش قربانی را بازی کنید به محض اینکه دلیل پشتش را بفهمید برایتان آسانتر خواهد بود که دوباره خودتان را دوست داشته باشید. سه از جملاتی استفاده کنید که با من شروع می شوند. خودتان را با استفاده از جملاتی که با من شروع می شوند قدرتمند کنید. بعد از مدتی متوجه خواهید شد که زندگیتان بهبود پیدا کرده است. وقتی انرژی مثبت در وجودتان زیاد می شود، چیزهای زیادی را پیرامون خودتان عوض خواهید کرد. وقتی یاد بگیرید در جواب موقعیت هایی که در آنها قرار می گیرید، به جای جملات منفی مثل من نمیتونم یا نخواهد شد، بگویید من میتونم یا من خواهم کرد. چیزی در وجودتان تغییر خواهد کرد چون احساس می کنید در هر چیزی موفق می شود. این یعنی مسئولیت خوشحالی خودتان را بر عهده گرفته اید. وقتی تصمیم می گیرید طرز تفکرتان را تغییر بدهید یا به بیانی دیگر ذهنتان را تغییر بدهید، نگاهتان نسبت به خودتان تغییر می کند و بسیار بهتر می شود. چهار، با دیگران با مهربانی رفتار کنید. وقتی نقش قربانی را بازی می کنید یعنی تنها روی خودتان و آنچه از آن به دست میآورید تمرکز کرده اید. ولی وقتی تصمیم میگیرید برای شخص دیگری کاری کنید لذت خاصی وجودتان را در بر میگیرد. چون می دانید با وجود اینکه اجباری نداشته اید ولی کار مفیدی انجام داده اید. اینکه مجبور نیستید دیگران را بازی بدهید تا آنچه می خواهید به دست بیاورید حس خیلی خوبی است. دانستن اینکه در حق شخص دیگری کار خوبی کرده اید لبخند بر لبش آورده اید حس بسیار بهتری است این را همچنین باعث می شود نقش قربانی را کنار بگذارید 5 خودتان را در نقش کسی ببینید که نجات پیدا کرده است نه یک قربانی وقتی مدام به خودتان تلقین می کنید که یک قربانی هستید در نهایت یک قربانی خواهید شد ولی وقتی شروع می کنید که خودتان را به عنوان یک نجات یافته ببینید کنترل زندگیتان را در دست می گیرید. یک قربانی اعتقاد دارد که کاری از دستش بر نمی آید و شما دیگر نمی خواهید چون این شخصی باشید پس قدم های لازم را بردارید تا این حس را از بین ببرید. به محض اینکه شروع می کنید که به یک نجات یافته مبدل شوید زندگی را با وضوح بیشتری می بینید و افراد مناسب را به سمت خودتان و مسیر زندگیتان جذب می کنید. تمام احساسات منفی کم کم از وجودتان محو می شوند چون با چیزهای مثبتی که به آنها اعتقاد دارید جایگزین شدهاند. 6. مسئولیت تصمیمهای خود را بپذیرید. رو راست بودن با خودتان کار آسانی نیست. ولی طی سالها متوجه شدم که هرچه با خودم رو راستتر هستم خوشحالتر می اینکه این که هم دردی دیگران را با خود داشته باشیم ولی مدام انگشت اتهاممان به سمت بقیه باشد حس خوبی نیست. پس چرا چون این کاری می کنیم؟ مسئولیت پذیری در مورد زندگی و تصمیماتتان باعث می شود دیدتان باز شود. مسلما نمیخواهید همه شما را به عنوان یک قربانی بشناسند. ترجیح می دهید شما را به عنوان کسی که بر مشکلات پیروز شده به راهش ادامه داده و نجات یافته از شناخته شوید. درسته؟ شما مسئول زندگیتان هستید. راهی پیدا کنید تا اعتماد به نفستان را افزایش دهید و باور داشته باشید که می توانید به چیزهای خوب زیادی برسید. به همان اندازه مهم است که به اتفاقهای گذشته زندگیتان و اینکه چطور بر آنها پیروز شده اید فکر کنید. هفت از خودتان بپرسید چرا زجر می کشید؟ بیشترین دردی که در گذشته احساس میکردم به این خاطر بود که خودم را به موضوعاتی وابسته کرده بودم که باعث می شدم مدام به آنها فکر کنم. همین باعث زجرم شده بود. به بیان دیگر خودم عامل زجرم بودم و در همان موقعیت هم ماندم چون نمیخواستم از آن وضعیت خلاص شوم به آن افکار اجازه داده بودم ذهنم را اشغال کنند ولی به محض آنکه فهمیدم این افکار قدرتی روی من ندارند مگر اینکه خودم اجازه بدهم همه چیز کم کم آسان شد هرچه همه چیز آسانتر می شد رها کردن گذشته و ادامه دادن به زندگی هم برایم آسانتر می شد. به یاد داشته باشید که مجبور نیستید اجازه دهید افکارتان افسار زندگیتان را در دست بگیرند. آنها تنها در صورتی شما را کنترل می کنند که خودتان این اجازه را به آنها بدهید. که یعنی این شما هستید که کنترل آنها را در دست دارید. سعی کنید مدیتیشن کنید. مدیتیشن به من کمک کرد که بفهمم افکار ما هیچ معنایی ندارند مگر اینکه به آنها اجازه دهیم در ذهنمان باقی بمانند. آیا از بازی کردن نقش قربانی امتیاز خاصی به دست می آید؟ از هر کاری که در گذشته انجام می دادم، ممنونم چون اگر آنها نبودن من به زنی که امروز هستم تبدیل نمی شدم. اگر تجربه های گذشته را در حکم درس های مثبت در نظر بگیرید متوجه خواهید شد که چقدر به رشدتان کمک کردند اگر نقش قربانی را بازی نمی کردید، شاید هیچ وقت اینکه که مسئول شادی خودتان هستید یعنی چه و شاید هرگز نمی بیرون آمدن از چاهی عمیق و تاریک چقدر شما را توانمند می کند. وقتی نقش قربانی را کنار میگذارید در باطن و ظاهر تبدیل به انسانی کاملا متفاوت میشوید چون مسائل دیگر فقط حول شما نمیچرخند زندگی آسان نیست ولی شما مسئول انتخابهای زندگیتان هستید و این شامل احساس خوب داشتن در مورد خودتان و تأسف از رفتارهای بد شخص مقابلتان هم می شود. مسئولیت اعمال خودتان را بپذیرید. این یعنی مسئولیت خوشحالی خودتان را بپذیرید و انرژیتان را برای افرادی که در حقتان بدی کردن صرف نکنید. اگر چون این کاری بکنید یعنی به آنها این قدرت را می دهید تا روی سلامت روحی و جسمی شما کنترل داشته باشند. در حالی که این افراد حتی نباید قسمتی از این معادله باشند. بله، آنها به شما بدی کردند و این واقعا آزار دهنده است ولی شما همین توانایی را دارید که بگویید دیگه بسه دیگه به این برد قدرت نمیدم آنها از روشهایی به شما آزار رساندند که هیچکس جز شما درکش نمی کند ولی این امر نباید باعث شود به آنها انرژی و قدرت بیشتری بدهید وقتی دیگران را سرزنش می کنید تنها به خود و دردتان یک جور مسکن موقت می دهید در دراز مدت این روش مفید نخواهد بود و در نهایت با گذشت زمان حالتان از همیشه بدتر خواهد شد. آیا دلتان نمیخواهد از شر آن انرژی بد رها شوید؟ آیا وقتش نرسیده که خودتان را از این همه مشکل آزاد کنید؟ هر بار که میخواهید شخص دیگری را بنا به هر دلیلی سرزنش کنید، این سوال را از خودتان بپرسید که نقش شما در آن موقعیت چیست؟ و چطور می توانید آن را درست کنید. در بیشتر مواقع خواهید فهمید که چند انتخاب برای پاسخ به این موقعیت دارید. یا اجازه می دهید آن اتفاق مزخرف بگذرد یا کینه به دل می گیرید که با هر بار فکر کردن به موضوع وجودتان را ذر و نابود می کند. به یاد داشته باشید که در برابر هر موقعیتی که در آن قرار می گیرید می توانید انتخاب کنید که امیدوار بمانید یا ناامید و درمانده باشید